خبر اومد که باشگاه پرسپولیس برای یه بازی دوستانه با رئال مادرید به توافق رسیده، ولی بعداً کاشف به عمل اومد که واسطه این توافق عامل موساد و فلان شبکه معاند و خلاصه یه آدم ضد انقلاب و ایرانه. امیر حسین جهانشاهی از عوامل شناخته شده ضد انقلاب و تبعه فرانسوی اسرائیلی که مدت هاست تابلوی مخدوش سرویس جاسوسی صهیونیست ها شده، در این تصاویر کنار مسئولین این باشگاه ایرانی دیده می شود. نگاه ما این است که رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و همراهان و مشاوران ایشان از هویت افراد ارتباط گرفته با این مجموعه بی اطلاع بودند، اما برای آگاهی بیشتر این مدیران باشگاهی توضیحاتی در مورد هویت این فرد ارائه می دهیم. امیر حسین جهانشاهی تأمین کننده مالی شبکه های ماهواره‌ای ضد انقلاب فارسی زبان در لندن است و مدیریت مالی نواخانه عناصر لندن نشین و اخراجی های صدای امریکا را بر عهده دارد. او همچنین رابط سازمان های جاسوسی در برنامه های ضد ایرانی است که بارها و در موقعیت های مختلف مواضع ضد ایرانیش را بروز داده، اما بعد از شکست های متعدد سیاسی و اطلاعاتی چهره بزک شده بازنده بزرگ خرد اپوزیسیون با دلارهای خیانتکارانه نوع متفاوتی به خود میگیرد و پای این فرد به ورزش هم کشیده میشود. مهره مشخص سرویس های جاسوسی حتی اگر در زمین فوتبال راه برود، تهمانده کثیف یک جریان فکری است که هر قرابت و قدمی با او خواسته یا ناخواسته تبعات و تردیدهای بسیاری را ایجاد می کند. The question is to change the regime. سرکرده ظاهراً سرمایه‌دار اپوزیسیون مندرس شده در اروپا و امریکا بارها با ژست‌های کهنه رسانه‌ای مقابل دوربین‌های تلویزیونی آمده و مدتی هم پای ثابت شبکه‌هایی بود که در یک دوره زمانی و با برنامه‌ریزی مشخص پرگویی‌های غلوآمیز جهانشاهی را روی آنتن خود می‌بردند. اما بعد از شکست‌های متعدد سیاسی و اطلاعاتی، چهره بزک شده بازنده بزرگ خرد اپوزیسیون با دلارهای خیانتکارانه نوع متفاوتی به خود می‌گیرد و پای این فرد به ورزش هم کشیده می‌شود. مهره مشخص سرویس‌های جاسوسی حتی اگر در زمین فوتبال راه برود، تهمانده کثیف یک جریان فکری است که هر قرابت و قدمی با او خواسته یا ناخواسته تبعات و تردیدهای بسیاری را ایجاد می‌کند. اما عصر امروز رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مصاحبه با خبرنگار باشگاه خبرنگاران توضیحاتی در مورد این دیدار ارائه داد. من اصلا اطلاع نداشتم، ایشون دفعه اول تون جلسه دیدم و موردی هم ندیدم از ایشون. قبل از اون هیچ وقت اسم آقای جهانشاهی رو نشنیده بودم، چهره شون هم هیچ وقت برام آشنا نبود، چهره شون هم ندیده بودم. مثلا ایشون راجع فوتبال صحبت نمی‌کردن، اونا داشتن راجع به یه سری مسائل دیگه داشتن با آقای پرس صحبت می‌کردن. با خود آقای جهانشاهی هم داخل دفتر آقای پرس صحبت کردم راجع به فوتبال و اینا، گفت من اصلا هیچ چیز از فوتبال نمی‌دونم. خیلی خودشو از کلا از فوتبال کشید کنار. آقای جهانشاهی رو که بنده اونجا دیدم از نظر اقتصادی بسیار موفق و متمول بود. این کلمه جاسوسی بهش نمی‌خوره، حالا اپوزیسیون ضد انقلاب این چیزا احتمالاً بهش بچسبه. بی اطلاعی جهانشاهی از فوتبال خود موضوع تأمل برانگیزیه، اما امیدواریم بعد از دیدن این فیلم مسئولین باشگاه پرسپولیس نسبت به هویت این فرد اطلاعات دقیقی به دست آورند و در ملاقات‌های بعدی خود با شناخت بیشتری حضور داشته باشند.